ذهنم هست و برام یه فایل اگزه میسازه و به من امکان میده فایل اگزه رو دانلود بکنم و این فایل اگزه به تنهایی اجرا نمیشه. وقتی من میخوام وصلشم اینجا من دارم کرییت میکنم، زمانی که میخوام اکسس داشته باشم به کیف پولم اینو ران میکنم این فایلو و انگار چیز دیگه، مثلا همون رمز عبوریه که من تو ذهنم هست با این فایل اینکریپ شده، امکان اتصال به چی رو به من میده؟ به کیف پول. حالا این داره میچرخه تا این فایل رو برای من جنریت بکنه تا بتونم ازش استفاده کنم. پس تا الان دو حالت مختلف رو ما دیدیم که حالا این داره ادامه پیدا میکنه و حالت سوم من از روی اسلاید که نشون بدم یه سری عبارته که حالا اینو برگردیم ببینید توی قسمت ایجاد by Nominic Phrase شما اجازه بهتون میده که یک سری خودش اومده یه سری کلمات کلیدی گذاشته 12 تا، اینا رو رندوم انتخاب کرده. اپتیمال رو بزنید، آپشنال ببخشید بزنید، شما امکان اینو دارین اکسترا ورد بذارید. اینجا اکسترا ورد رو مثلا میتونید برای خودتون انتخاب بکنید. اینجا ویو رو هم میتونید بگیرید که ببینید مثلا چی دارین چاپ میکنید. بهتونم میده که استرانگ عرض شود که وضعیتش چیه و دونه دونه اینا رو اضافه کنید تا اینکه به یک تعداد حد اکثر میتونید 24 تایی باشه. ببینید رو هر کدوم هم برید میتونید اینا رو انتخاب بکنید و ورد کلمات کلیدی جدیدی بهش اضافه کنید و در نهایت هم از این مثلا حالا اینجا هم میتونید خودتون یه چیزایی اضافه بکنید که فقط انتخابی خودش نباشه و در نهایت تاییدش بکنید. من حالا مثلا یه چیزی اینجا می‌نویسم، اینو وریفای بکنید، سام فیلد پر مثلا بر نشده و اینا رو بزنم. خب بعد حالا یه خود با حوصله بیشتری بعد اینا رو تکمیل بکنید که با هم همخوانی داشته باشن و در نهایت به شما یه کیف پولی میده که تو این کیف پوله شما امکان اینو دارین که بر اساس کلمات کلیدی که تو ذهن خودتون بوده دسترسی داشته باشین. زمانی که این کیف پول ساختین، من برگردم تو صفحه قبلش، شما امکان دسترسی به ولتتون رو دارین. میگه به چه صورتیه، MEW My Ether Wallet، هاردویر که این هاردویر ها شامل چیا میشه؟ همین مثلا انواع لجر ها میشه، تریزور میشه، بیت باکس میشه و مود ایکس والت و الباقی که هر از چنگای اینا آپدیت میشه، یا به صورت سافت وریه که همون کد است، یا اینکه به صورت خدمت ما شود همین کلمات کلیدی هست که شما میتونید ازش استفاده کنید. هر کدوم رو که بزنید، مثلا من این سافت این کیو که بزنم به میگه کدوم کیف پوله، میگم لجره، میام پایین کانتینیو میزنم، بعد میگه نکس رو میگه از این تاریخ به بعده و من رو بعد حالا هاردورم وصل کنم به کامپیوترم که حالا الان اینجا میگه که مطمئنی که وصله یا نه و این اتصال برقرار میشه. به همین راحتی شما میتونید یک کیف پول برای خودتون روی کیف پول کاغذی یا کیف پول وبسایتی برای خودتون ایجاد بکنید بدون پرداخت هیچ هزینه ای. در نظر داشته باشین که اینا عامل منفعه کار نمی کنند. بدیهیه زمانی که شما بخواید کیف پولتون رو حالا یه انتقالی بدین، یعنی برداشت بکنید، از واریز ازتون پولی نمیگیرن. اگر بخواد برداشتی انجام بشه، توی برداشت از شما یه هزینه ای بابت کارمزد میگیرن که میتونید تو هر سایتی قبل از اینکه بهش مراجعه کنید به این هزینه های کارمزدش رو بررسی بکنید. بدونید که خب اینا قاعدتا اون هزینه ناچیزی که از شما میگیرن پوشش این هزینه های زیاد امنیتی و تکنولوژی که دارن صرف میکنن نخواهد داد، لذا اینا از قابلیت های مثل دیفای که یه روش تامین مالی بود که در جلسات قبلی صحبت میکردیم برای رسیدن به اهدافشون استفاده میکنن تا هزینه هاشون رو پوشش بدهند. این هم از رو تراست ولت و اگزودوس. هم به همین راحتی شما میتونید برید یک کیف پول برای خودتون ایجاد بکنید. خیلی خیلی ساده است، یعنی
اسمش شاید یه مقدار آدمو به نگران بکنه که حالا مثلا کیف پول چجوری ساخته شده چیکارش بکنم، اما خیلی کار ساده ایه. ببینید، برای بازیابی کیف پول گم شده اگر کلید خصوصی رو داشته باشید امکان پذیره. در غیر این صورت تقریبا میتونم بگم احتمالش نزدیک به صفره. در خصوص کولد والت ها، مثل همین نمونه هایی که با هم دیدیم، همون کیف پول حتی پرینت شده هم کولد والتی که داشتیم، کلمات بازیابی رو باید داشته باشید. اگر اونجایی که به اسباف اون عبارت فریزی که تو ذهنتون هست یه دونه کیو آر کدی ساختین که ویژه خودتون باشه، آدرسی که پول خودتون باشه، در نظر داشته باشین. اگر اون رو فراموش بکنید دیگه قابلیت بازیابی چیزی تو مایه‌ای صفره. خیلی این نکته مهمه و یکی از مهمترین بحثایی که توی این حوزه وجود داره بحث اینه که اگر خدایی نکرده دارنده یکی از این کیف پول‌ها، این تا الان بارها اتفاق افتاده، فوت کرد به هر دلیلی، این آیا خانوادهش میتونن دسترسی پیدا کنن؟ یکی از بحث‌های بسیار بسیار داغه توی و حل نشده در حوزه کریپتو این مورد هست. بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته. تنها راش اینه که شما مثلا پسوردتون رو با خانوادهتون شیر بکنید، با یه آدم مطمئن توی خانوادهتون که اگر خدایی نکرده اتفاقی براتون افتاد بتونن از اون منابع استفاده بکنن. داستان حساب بانکی نیستش که بعدن بتونن برن خیلی راحت، حالا خیلی راحت هم نه، ولی به هر حال توی پروسه‌ای بتونن این کارهای مربوطه رو انجام بدن، بتونن دسترسی به اون پول پیدا کنن. به همین خاطر دقت داشته باشین که هم در نگهداشتش هم در اشتراکش با آدمی که مورد اطمینانتون هست باید این دقت نظر رو داشته باشین تا منابع مالی که اینجور هم که رشد میکنه از بین نره. خب ما یه چند دقیقه فرصت داریم. من میخواستم یه بحثی رو روی عرضه اولیه با شما شروع بکنم. بحث عرضه اولیه که همون ICO هست، یه توضیحات ابتدایی در فصل اول ارائه شد. آیا کسی یادش هست که بتونه مثلا یه مقدار به ما کمک بکنه، یه ذره اطلاعات بیشتری بده؟ در خصوص سوالی که پرسیدین زمانی میبره؟ نه، خیلی سریع این کار ساخته شدن انجام میشه و رو بلاکچین قرار میگیره. شما همون لحظه میتونید این کار انجام بدید. اگر کسی میخواد صحبت کنه من میکروفونش رو باز کنم. بله، ICO برای توکن های جدید هست. دیگه چه تعریفی میتونیم ازش داشته باشیم؟ از دوستان کسی هست که بتونه توضیح تکمیلی بده؟ کسی که در بایننس هست بازم نیاز به مدل والت داره؟ نه، شما میتونید از همون والت بایننس استفاده کنید. فقط در نظر داشته باشین که اگر میزان تعداد بیت کوینتون بیش از 2 تا بشه توی بایننس احتیاج به احراز هویت داریم و مطمئنا اونجا ایرانی ها درگیر میشن و گیر میفتن و خب اگر یه بارم با IP ایران بزنی که قطعا لاک میشین. دقت داشته باشین که منابع مالیتون راحت از دست ندین. مثل IPO در بورس. بسیار خب، من همین توضیحاتی که داده شده اکتفا میکنم. ICO هم بر وزن IPO هست، Initial Coin Offering. IPO Initial Public Offering، عرضه اولیه سهام هست، این عرضه اولیه سکه. خب از ابتدا که شروع شد سال 2013 فکر می‌کنم اولینش هم روی XRP بود، عرضه اولیه سکه که می‌دونیم چیه، نمی‌خوایم روش بحث بکنیم. فقط یه مدل روش تامین مالیه برای اینکه عرضه اولیه انجام بشه، یعنی ICO انجام بشه، نیاز هست که یه وایت پیپری تهیه بشه. تعریف وایت پیپر رو دیدیم، 2 مدل وایت پیپر، یکی ققنوس یکی فارسی بیت کوین رو در اختیارتون قرار دادم. ان شاءالله که مطالعه کرده باشین. یک سری اطلاعات از کسب و کار باید بده، میخواد چه مسئله‌ای رو حل بکنه، تو چه بازه این کار رو انجام بده،
هارد کپ، سافت کپی که در مورد این هست. اگر خاطرتون نیست حتما به اون صفحه ICO مراجعه بکنید. این دو تا توضیح نمیدم که یه بار دیگه برگردید، دو تا نکته مهم هست روی تامین مالی توی ICO. به غیر از این بعد برنامه بازاریابی مشخصی داشته باشه، تیم فنی و اجراییشو معرفی کرده باشه، لیست بشه توی صرافی، ترجیحاً قبل از اینکه این کار انجام بده رو ICO اگر لیست شده باشه خیلی بهتره، ولی بعضا میرن بعد از این اتفاق میفته. و برنامه اجرایی خوبی هم داشته باشه، یه برنامه این مثلا